امروز میخوام یک روش برای صحبت کردن بهتون بدم که دو تا مزیت داره. مزیت اولش اینه که شما کلی جمله انگلیسی میتونید بگید. مزیت دومش هم اینه که خودتون میشید معلم خودتون. یعنی اگر اشکالی در جمله سازی داشته باشید بدون نیاز به هیچ شخص دیگه میتونید اون مشکل رو برطرف بکنید. This is the best YouTube channel. Everyone knows that. خب بریم سراغ این تکنیک. برای انجام دادن این روش شما نیاز به یک کتاب دارید که در اون کتاب جمله های انگلیسی باشه، مثل همین کتاب American English File، مثل Top Notch، مثل Headway، مثل Four Corners، مثل Interchange، هر کتابی که در دسترستون هست یا حالا قبلا خوندید یا اگرم کتابی ندارید من به شدت پیشنهاد کنم همین مجموعه American English File رو حتی اگرم قصد خرید ندارید از طریق آپارات و یوتیوب دنبال بکنید، چون این روش رو اونجا میتونید به راحتی انجام بدید. خب کاری که ما دقیقاً باید انجام بدیم چیه؟ ببینید مثلا میریم در قسمت تمرین های گرامر کتاب American English File. خب اونجا مثلا در درس حال ساده 10 تا 15 تا جمله هست، حالا شما تمرینش رو انجام دادید و جملات انگلیسی اونجا هست. شما چیکار میکنید؟ شما یه کاغذ بر میدارین، خب این 10 15 تا جمله انگلیسی رو ترجمه شد روی اون کاغذ می نویسیم. از ترجمه اون مثلا 10 تا جمله رو روی کاغذ می آین و می نویسیم. بعد چی کار می کنین؟ کتاب رو می بندید می زارید کنار. کاغذ رو می گید جلوتون، کاغذ که در واقع ترجمه اون جمله رو نمیشین. گوشیتون رو بر می دارید. ریکوردر گوشیتون رو روشن می کنید. خب و سعی می کنید اون جمله هایی که به فارسی نوشین رو بیاید به انگلیسی بگین. 10 تا جمله رو مثلا به انگلیسی میگین، رکوردرتون رو استاپ میکنین، کاغذ رو میذارین کنار، اون کتاب رو و اون صفحه‌ای که در واقع اون جمله ها رو از روش نوشین رو مجدداً باز میکنین. رکوردر در واقع گوشیتون رو پلی میکنید و گوش میدید به هم صدایی که ضبط کردین. حالا میاید بررسی میکنید. میبینید که آقا این جملاتی که اینجا هست و اون صحبتایی که شما کردین آیا اینا با هم دیگه همخونی داره یا نه؟ یعنی اولاً تونستید اون جمله ها رو به درستی بگید یا نه. حالا چند تا اتفاق میفته. اگه کلن درست گفته باشید، یعنی تو اون موضوع خاص، حالا اون گرامر مثلا حال ساده، شما هیچ مشکلی نداری. خب اما اگر مثلا یه واژه رو یا مثلا چند تا واژه رو شما باش مشکل داشتین نتونستید بگید، خب این یعنی چی؟ یعنی مثلا شما در قسمت وکبولاری مشکل دارید. پس میرین مثلا اون قسمت رو یه بار دیگه بیشتر مرور میکنید، درسته؟ یا بعضن جمله مثلا سوالی بوده، شما اومدین اون جمله رو در حالت مثبت گفتید، خب این یعنی شما هنوز با ساختارهای اون درس مشکل دارین. خب یا یه کار دیگه هم که میتونید انجام بدید که این در واقع به تلفظ شما خیلی کمک میکنه، اگر که به فایلای صوتی این کتاب ها دسترسی داشته باشین میتونید به فایل صوتی ها هم گوش بدید و صوت خودتون رو با اون فایل های صوتی بیاید و مقایسه بکنید، حتی تلفظ خودتون هم بررسی بکنید. اوکی؟ پس شما میتونید در واقع واژگان خودتون رو از نظر ساختاری و حتی از نظر تلفظی جمله های خودتون رو بررسی بکنید و خودتون متوجه میشید که ایراد کارتون کجا هستش. یه نکته داخل پرانتز بگم، خیلی ها فکر میکنن که آقا این ترجمه کردنه و این کار درست نیستش. ببینید چرا؟ اگر شما مثلا اون جمله‌ای که می‌خواید به انگلیسی بگید رو فارسی باشه و بیاید بگید این مشکل داره. مثلا خیلی جاها شده به من میگن don't be tired، یعنی یک عبارت فارسی رو دقیقاً برگردون می‌کنم به انگلیسی، در صورتی که اصلا ما همچین چیزی در انگلیسی نداریم. خب این کاری که ما امروز انجام دادیم و این روشی که ما امروز یاد گرفتیم کلاً فرق می‌کنه. جمله‌هایی که ما نهایتاً به انگلیسی می‌گیم جمله هایی هست که بیسشون انگلیسیه، پس اینو دقت داشته باشید. و روش اولم که خب نمیتونم حرف بزنم، یک رو مطمئنم که حتما دیدین، توی اونجا شما میاد در واقع یواش یواش با ساختارا آشنا میشین و در روش دوم که امروز براتون گفتم هم تعداد جمله های خیلی بیشتری میتونید بگید چون کلی سمپل و نمونه دارید، همین که اشکالات خودتون رو میایین و در واقع بررسی میکنید و حالا اگر مشکلی هم داشته باشین حلش میکنید. یه روش سومی هم هست که اگر به من اوکیشو بدید و دوست داشته باشین حتما فیلممونم براتون میسازم. لایک، کامنت، فالو، سابسکرایب، سیف، شیر یادتون نره. امیدوارم که از این فیلمم چیزای خوبی یاد گرفته باشین. تا فیلم بعدی که در خدمتتون باشم فعلا خداحافظ.